بانگ تو مثل آتش ققنوس واژه هایم را می سوزاند. خاکسترش ولی باری دیگر بر تارهای صوت تو پروانه می شود. ساز شکسته در دستت از کوچه های کودکیم بازگشته. آن روزها به آمدنت افسانه می شود. دیوار خواب رفته آن عصرهای بارانی وقتی که باز می آمد از مدرسه، آن کودک همیشه غمین با کیف سبز و دفتری که نام تو را بر صفحه نخستینش آغاز کرده بود. بانگ تو مثل مادر عطر سپیده داشت و جان دردمند مرا می پوشاند. با مستی شبانه تبعید حافظ غریبه است، اما تو با ترانه آن روزهای خوب باری دگر پیشانی مرا با تربت عزیزش تطهیر می کنی. از کوچه های کودکیم بازگشته ای، خورشید در گلویت شعلای نور را بر بام شهر تبعیدی گسترد. اینک سبد سبد ریحانه، یاس، نرگس در آفتاب تو پرواز می کند. نام تو مثل شوکت آن خاک آشنا در سینه های خسته ما نسل در به در تعبیر چشمه های صبوری است. نامت بلند بالاتر، بانوی جاودانه آواز، دلکشترین به بستر تاریخ. تنها تویی که مثل سپیدار سربلند می گستری به پهنه ایران رویای سبز روییدن را. در سایه سار بانگ تو این سو تبعیدیان شرق باری دیگر رو سوی خانه پدری تکبیر عشق می خوانند. نامت بلند بالاتر، بانوی جاودانه آواز. علیرضا نوری‌زاده، پنج شنبه 8 اسفند ماه 27 فوریه به شما سلام میکنم. عجب، 20 روز دیگه ها نوروز نازنین، نوروزی که نفسهای ما رو تازه میکنه. داشتم فکر میکردم اینجا دفیدل یا نرگس رو اومدن، نرگس رو ریختن بیرون، هر سو نگاه میکنی زیبایی رو میبینی. بعد یاد بنفشه ها میفتم. 3-4 هفته مونده به عید، مادر چندین نهال بنفشه رو میگرفت میومد در باغچه میکاشتیم بنفشه ها رو. در باغچه میکاشتیم گلهای معطر رو. خانه پر از عطر نوروزی میشد. هر سو نگاه میگم یادم از 4 سالم بود یا 5 سالم شمع رو کاشته بودیم توی دوری خاکستر که آبم زده بودن، نم گرفته بود که شمع توش بیسته. 4 نفر بودیم، مادر، پدر، من و خواهرکم، و نوروز رو آغاز کرده بودیم. یه چند ماهی بود از مشهد اومده بودیم تهران بعد از فوت پدر بزرگم. پدرم به مشهد رفت و محضر او رو گرفت، دفتر 3 مشهد در کوچه عدلیه، خیابان خسروی. 1 سال و اندی که بودیم، غم عالم در دل مادر بود که دور از پدر و مادر و خواهر و برادر بود، و آنقدر گریست و دست منو گرفت و پیش زامن یاهو برد و عشق ریخت که به قول خودش زامن آهو پاسخ داد. یک روز عموی نازنینم که اون وقت 16-17 سالش بود اومد خونه، گفت مجده مجده چی؟ دارید میرید تهران. داداش محضر رو فروخت به آقای سرزاده. این داستانایی که حسین بازجو برای من در آورده یا قصه‌ای که میبینی هنو تو این سایت ها جام نیوز نمیدونم اینا مینویسن، بنده نه عراق بودم نه در عراق درس خوندم، نه
تهران بودیم، اینجا هم به دنیا آمدم، بعد رفتیم مشهد تا جریان محضر پدر بزرگ که گفتم، و 28 مردادم مشهد بودیم. اون منظره ها در خیلی کودک 3-4 سالگی یادمه. کفاشی ستاره غارت شده بود، فقط یه کفش پاشنه بلند پشت ویترین مونده بود. و اون روزی که پدر گم شد، و اون روزی که رفقای پدر کم و بیش گم شدن، جبه ملی ها همه گم شدن، گم شدند و زمانی پیدا شدند که آثار خستگی ها و رنج و درد و محبس در چهره هاشون پیدا بود. به هر روی اون نوروز همه جا همه جا نسترن بود و نرگس، اون همه زیبایی بود. بعد یه دفعه فکر کنید یه سیدی ظهور بکنه که جدش از کشمیر اومده، حالا تو کشمیرم نوروز رو جشن میگیرم، ولی آقای آسد مصطفی که از کشمیر اومده بود، حالا به چه دلیلی آمده بود، بعد یه دفعه سر از خمین در آورد و با امیر حشمت رو، بعد آقازادهشون رو یکی از اون خانا درگیر شدن، آقازاده رو کشت، و بعد این آقا در 3-4 سالگی به گفته اخویشون آقا رضا پسندیده، مرحوم پسندیده، رفتن با عمه خانم زیر دار ایستادن، دار زدن قاتل پدر رو تماشا کردن. فکر کنید آدم از 3-4 سالگی دار زدن براش بشه یک آرزو، که دار بزنه، دار زد، و تمام عمرش نه معنی عشق رو بفهمه، نه معنی زیبایی، نه عطر نسترن و یاس رو. خیلی ها و وقتی سواره اسب قدرت بشه چنان به تازونه که هیچ چیز براش اهمیت نداشته باشه. یعنی کسی مثل آقای لواسانی همه کارش بود، در دورانی که نبود تمام زندگیش دست مرحوم لواسانی بود. مرحوم علامه طباطبایی در خانهش در قم می نشست، وقتی رفت تبعید شد به ترکیه و بعد عراق، خانه او در اجاره مرحوم علامه طباطبایی بود. و این آدم در مرگ طباطبایی اعلامیه نداد، فلان قاتل آدم کش میمرد براش اعلامیه میداد، جانشینش هم همینجور، ولی برای علامه طباطبایی نداد، چون زبان به انتقاد گشود. چند روز پیش این فیلم آقای منتظری رو میدیدم، این مرد بزرگ، خدا رحمتش کنه، و در فیلمش داشت میگو بگو آقا من شب نشستم رئیسی و این مصطفی پور محمدی، این قاتل آدم کش وزیر دادگستری، اینا اومدن پیش من، فلاحیان و چند نفر دیگه. بله آقا ما یه 700 تا دیگه مونده میخوام. میگو آقا محرمه، نکنین این کارو. من فیلم کردم ضربت خودن از تعلیه تو رمیزان، نه معلوم شد محرم بوده، نکنید آقا این کارو. گفتن نه آقا دیگه 24 روزه کلکشو میکنیم تا قبل از عاشورا کلک اینا رو میکنه. ای داد، یعنی کلک یه عده جوونی رو که ایدئالیستن، دنیای، اشاره کردم به کوروش لاشایی، اشاره کردم محسن خاتمی رو، پدر استاندار، عمو آجودان شاه، خودش دانشجو تو آلمان، پا میشه میده کویت، میشه دربون هتل، که کوروش لاشایی در خاطراتش بهش اشاره میده. اینا ایدئالیست، اینا آدمای بدی نیست، نه عاشق وطنشونن. لاشایی در مصاحبه مطبوعاتیش که در واقع توبه نامشه میگه آقا بچه های کنفدراسیون همه وطن پرستن، بعد خودش میگه اینو به شاه گفتن، مثل که شاه خوشش نیمد. اینا آدم های وطن پرستی بودن، ایدئالیست بودن. حالا مجاهد، مجاهد به هر حال آقای رجوی فریبش داده. شما مار رو میبینید وقتی نگاه میکنه با چشماش افسون میکنه. آقای رجوی هم همین کاری میکرد، میرفت خزانه 6 ساعت میشست این چرندیاتو به این بچه های بدبق میگفت، تفسیر غلط آیه قرآن و این حرفای بی ربط رو میزد، یه ما جوونم دنبالش. بعدم فرمان حمله صادر کرد و فکر نکرد این جوونا رو به کشتن میده. رجوی که میدونست اینا کیان، همون روزای اول انقلاب که من مدرسه علوی میرفتم و مدرسه رفاه، آقای رجوی به اتفاق آقای میسمی اومد، بیچاره چشماش هم توی موقعی که می‌خواسته بمب بسازه که ادعی رو با این بمب بکشه، بمب تو صورتش منفجر شد و زخمی شد.
همین کوروش فولادی هم که در ایران رفت وکیل مجلس شد، در اینجا داشت بم درست میکرد توی هتل که بره تو هایت پارک بذاره در جمع ایرانی ها و 50 نفر رو بکشه. این مأموریتش بود. دیروز بهتون گفتم اعلامیه داده گروه عزالدین عزام، گروه عزام، همین تروریست های داعش و طالبان و همشون یکی هم دیگه، حالا طالبان تو افغانستان، داعش تو عراق و سوریه، میگن آقا ما خیلی ناراحتیم که رفتیم بم گذاشتیم، اونا که مال پاکستان مست گل، بم گذاشتیم در برابر کنسولگری ایران، خیلی متاسفیم که ایرانی های اون تو کشته نشد. اینا همه برمیگرده به یک ریشه، به یه جا، اسلام ناب انقلابی محمدی در دو وچه شیعه و سنی. دوستی به من زنگ زد گفت آقا چی کار داری راجع به علی اصغر صحبت میکنی؟ چی کار داری راجع به حضرت سکینه صحبت میکنی؟ تو میدونی آب در خوابگاه مورچگان میریزی؟ گفتم آره میدونم، ولی اگر من نگم کی بگه؟ من که الان تریبونی دارم که چند میلیون میبینند و میشنوند، اگر من این رو نگم در برابر نسل آینده خجالت زده خواهم بود. فرزندان منم خجالت میکشن که پدر ما چیزی رو میدونست و نگفت. چند نفر از شما میدونستید که دختر امام سوم شیعیان یکی از برجسته ترین موسیقی دانان زبان خودش بود؟ رباب و عود میزد خودش، صدای بسیار خوشی داشت. کدوم چند نفرتون میدونستید که امام سجاد صاحب صحیفه سجادی همون علی اصغره؟ حضرت حسین پسر بزرگتری داشت، علی اکبر، و این رو علی اصغر نامیده بود. علی اکبر شهید شد، کشته شد، ولی زین العابدین چون خیلی کوچک بود، نزد عمش بود، نزد حضرت زینب، و چقدر اونا لوتی بودن، باز همین قاتلا به زنان کاری نکردن. سید سکینه و حضرت زینب و اینا به سلامت اومدن رفتن به شام و حضرت زینب پاشد تو بارگاه یزید اون خطبه رو خوند که آدم واقعا به شجاعت و شهامت و قدرت این بانو واقعا تحسین میکنه. وقتی اینا برای شما چه تصویری میگیرن؟ امام حسین علی اصغر رو سر دست گرفت گفت اگه به من آب نمیدین اقلا به این بچه رحم بکنید، یه قطره آب به این بدید. التماس. حسین ابن علی التماس میکرد برای یه قطره آب. بعد معلوم شد همه داستان کلک دروغه، معلوم شد همچی چیزی وجود نداشته. یا راجب خانواده امام سوم شیعیان چقدر تأخیرشون میکنن؟ آقا تو سرشون زدن گوشه خرابه زار میزد. نه، اینقدر اینا تربیت شدگان بزرگی بودن که دختر حسین ابن علی موسیقیدان میشه در اون فضا، صاحب مقامات و سبک میشه. حضرت زین العابدین صحیفه سجادیه رو مینویسه. آدمی نبوده که بره یه گوشه بدبخت عذاب ببخشیم به من رحم کنه، اصلا هم چیزی نبوده. یا جریان صلح امام دوم شیعیان امام حسن با معاویه در اوج ذکاوت و هوشیاری بوده، چون میبینه اگر این ماجرا ادامه پیدا کنه جنگ و جدال و خونریزی کل اسلام رو از بین میبره. یه نه، من صلح میکنم، اشکال نه، قدرت میگذرم، ولی عملا قدرت معنوی با منه، چون مردم من رو نواده پیامبر میدونن. ولی معاویه پسر ابو سفیانه. این هوشمندی ها رو نشون. امام صادق که در واقع مکتب جعفری رو گذاشته، فقیه بزرگ عصرشه، عالمش بزرگ جابر حیان از شاگرداش بوده، شاگردای بزرگ داشته، یه همچی آدمی در مجلس مناظره با خلیفه پوست خلیفه رو میکنده. ما فقط هی اومدیم، شهید شدن گوشه زندان، شهید شدن 20 ساله 25 ساله. سن فاطمه و زهرا رو اونطور کم کردن. چند سالش بوده ایشون که با حضرت علی ازدواج کرده؟ برخلاف مورد ام المؤمنین
حضرت زهرا سنش پایین نبوده، 14 15 ساله بوده ازدواج کرده، فرزندانی آورده، بعد از رحلت پیامبر اسلام هم مدتی زنده بوده، و چجوری میشه 18 سالش؟ این دروغ ها رو آخونده درست کردن، کلاشانی که برای پول، برای دنیا دین رو فروختن، به دین اهانت کردن و با باور مردم بازی کردن. چرا نمیان داستان حسین بن علی رو دقیق بیان کنن؟ چرا حسین آمد؟ چرا به کوفه آمد؟ داستان شهر بانو به قول استاد بزرگوارم دکتر مهدوی دامغانی، انسانی که نظیر نداره این بزرگوار، به قول او شاهزاده، شاهدخت، شهربانو بنت یزدگرد، دختر پادشاه ایران، چرا به همسرش حسین میگه پاشو با هم بریم؟ شما هیچ جا در زندگی حضرت حسین نمیبینید با 10 تا زن ازدواج کردی یا نه، یک بانو داشته، اونم شهربانو، فرزندان او رو برده. به همین دلیل ایرانی ها میگن اینو داماد ما هستن، به خاطر این ارتباط. به هر روی حالا بحث زیادتری نمیخوام بکنم که حکایت ادامه داره. نگاه کردم در تصویری در جزیره کیش، یک سمینار اونجا برگزار کردن، نمایشگاه بین‌المللی بوده، دام و پرچم شیطان بزرگ به اهتزاز در اون، خبر خوبیه، این به نظر من بسیار خبر مبارکی است که آدم پرچم آمریکا رو هم بر دیوار ببینه هم بر میز در کنار پرچم جمهوری ولایت فقیه. ولی واقعا نگاه کنید علامت سیکا خیلی دقیقه ها، درست تو کتاب نگاه کنید علامت سیکا فقط پایینش بسته است، ولی همونه که بر پرچم ما چنگ انداخته. خب خیلی خوشحال شدم، بالاخره در اونجا یه جمعی هستن این کارو میخوان بکنن. حالا آقای خامنه ای، نکته ای رو براتون بگم، یه وقتی براتون صحبت کردم که آقای روحانی رفته با آقای خامنه ای چه گفته، جزئیاتش به دستم رسیده. آقای روحانی وقتی انتخاب میشه میره پیش آقای خامنه ای، میگه قربون تا دیروز بنده شورای عالی امنیت ملی بودم، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک، تصمیم گیرنده من در این مملکت نبود، ولی الان انتخاب شدم، 18 میلیون به من رأی دادن، حضرت عالی هم از من حمایت کردید، اما من برای موفقیت شدن در کارم که رژیم رو هم نجات بدم، چون من آخرین شانس شما، اگه من شکست بخورم جمهوری اسلامی سردگونه، بنابراین من کارت بلانش میخوام، کارت سفید، تأیید مطلق، برم مسئله مشکل اتمی رو حل بکنم، سانکشن ها، این مجازات ها، تحریم ها برداشته بشه، بعد بیام به مسائل داخلی پرسم، نون مردم و زندگیشون رو درست بکنم که مردم از این حالت ریزنده، حالت نفرت و غضب و اینا که به هم آمیخته بیان بیرون. و آقای خامنه‌ای درک میکنه، علارغم تمام این شعارا و هارت و پورتا میفهمه، گوهد برو جلو، برو و انجام بده. براتون بارها اینو گفتم، جلوی چشم من آقای کوفی انان نهار رو آراست در اتاق جنب اتاق سخنرانی، سالن بزرگ مجمع عمومی، اتاقی آراستن، یک میز بیزی گذاشتن، در رأس میز بیزی یک طرف آقای پرزیدنت کلینتون بنشینه، یک طرف پرزیدنت خاتمی، و در میانه پادشاه عربستان سعودی که اون وقت ولیعهد بود، امیر عبدالله بود و حالا پادشاه سعودی، پادشاه اردن، امیر قطر، تصور میکنم اون وقت رئیس دولت امارات متحده یا معاونش او هم بود، و جمع دیگری، 3 4 نفر دیگه هم، ها رئیس جمهوری نیجریه بود، اوباسانجو بود که با خاتمی هم خیلی رفیق بود، در سخنرانی خاتمی هم برای گفتگوی تمدن‌ها حاضر بود. قرار بود اینا بنشینن، آقای خاتمی دم در، یعنی قبل از اینکه وارد اونجا بشه، همین بیرون، زنده یاد ایرج گرگین، منم ایستاده بود،
آقای ابتهی بود، آقای خاتمی بود، بقیه بود. آقای خاتمی اومد بره تو، آقای خرازی رسید. بودو بودو ملتهب رفت در گوش آقای خاتمی چیزی گفت. آقای خاتمی عقب گر کرد و از در جنبی رفت و ماشین رو آوردن جلوی در پشتی و آقای خاتمی رفت و این کوفی انان بیچاره همینجور دست و پا میزد. بعد هم این آقای ظریف اومدن اطلاع دادن که متاسفانه رئیس جمهوری نمیتونن در مراسم شرکت کنن. خب با این سابقه آقای خاتمی که آبروی بیشتری داشت، اعتبار داشت، مردم حرمت براش قائل بودن، با آقای روحانی فرق داشت که در همه جرائم نظام از ابتدا شریک بوده، چطور آقای روحانی میتونه با آقای باراک حسین اوباما گفتگو کنه در حالی که کلینتون، یک موی کلینتون میارزید به تمام باراک اوباما؟ چطور برای اون ممنوع شد ولی آقای روحانی اجازه داشت حرف بزنه، آقای ظریف بره بشینه و با آقای جان کری گفتگو کنه؟ نه یک بار، نه دو بار، ده بار. چی شد اینا؟ اینا دلیلی که سید علی آقا درک کرد بازی رو باخته، رویای ساختن بمب اتمی رو فعلا باید بذاری تو فریزر، کارش نمیتونه بکنه. اینه که دیدن پرچم آمریکا این خوشحال کنه، نشانه شکست مقام معظم ولایت و دار و دسته فریادکشان مرگ بر آمریکاست. در عراق، عراقی که به دلیل مداخلات جمهوری ولایت فقیه که باعث مداخلات دیگران هم شده، رقبا روی خوش ندیده از سال 2002 سرنگونی صدام تا امروز، به خاطر وجود مالکی ها، جعفری ها و امثال هم، به خاطر وجود آقای هادی العامری افسر سپاه پاسداران سپاه قدس که در عراق وزیر راه و ترابری میشه و فرمانده فیلق بدر یا سپاه بدره، به خاطر وجود اینا، اینا هیچ کدوم عراقی نیستن، ایرانی هم نیستن، اسلام ولایتی هست. مملکت اینا ولایت فقیه، ارباب اینا سید علی خامنه ایه که هم پول میده و هم از نوکرانش خوب حمایت میکنه. خب عراق اینجوری میشه، بعد جلوی سفارت هم بمب میزنه. این سرباز بدبخت، این سربازای بیچاره، یکی در حالا این سرباز تو عراق نمیدونم کی بوده، ولی پنج تا این بیچاره ها در بلوچستان شکار میشن. اینجا هم که ملاحظه میکنیم بیچاره آقای دانایی فرم سفیر جمهوری ولایت فقیه، افسر سرتیپ سپاه قدس، سفیر ایران. دیروزم گفتم آدم مقایسه میکنه اینو با زنده ها دکتر عاملی که سفیر بود، با دکتر پیراسته، چی میگه آدم؟ این آقا خوب میخواد نماینده مساله ما باشه؟ نه، ایشون نماینده مساله آدمکشان سپاه قدسه و عراق رو هم به آشوب کشتن. راستی اینو وسط حرفا بگم یادم رفت، ششم اسفند مثل که تولد سایه است، تا تو با منی زمانه با من است. و سایه با این ریش سفید، و یه وقتی توی رادیو اون برنامه آهنگسازان ما رو به من داد، گفت برو درست کن. من از هر آهنگسازی رو میمدم انتخاب میکردم، خودشو میوردم توی اتاق اون طرف میشوندم، چشمامو هم میذاشتم و ده دقیقه راجبش حرف میزدم. عشق یا حقی رو دیدم، عشق مهندس همایون خرم رو دیدم، عطاولا رو دیدم، تمام اینا میمدم میشستم و تکون میخوردم. من خیلی با عاطفه صحبت میکردم. هوشنگ افتحاج حالا تابناک برمیداره برش مینویسه. بله، علی‌رغم کنار گذاشتن از کانون نویسندگان ایشون، آقای بهازین، آقای سیاوش کسرایی خدا رحمتش کنه، آقای فریدون ترکابونی، آقای سایه، اینا انتقاد میکردن به کانون که چرا شما علیه آقای خمینی موضع گرفتی، چرا علیه انقلاب موضع گرفتی. کانون میگو آقا جان ما موضع نگرفتیم، ما در دفاع از آزادی قلم و بیان که این رژیم داره سرکوبش میکنه و به دست و پای قلم زنجیر میبنده، ما باید از قلم دفاع کنیم، باید از آزادی بیان دفاع کنیم. مرحوم به آزی میگفت نخیر، این پروژه استکباره،
میخوان ما در برابر انقلاب عظیم و باشکوه اسلامی بیستیم. فآقای سیاوش کسرایی خدا رحمتش کنه، جمشید چالنگی اینجا هست، برگشت به او گفت آقا برید خودتون اصلاح کنید، رهبر که مریض و جانشین رهبرم گربه‌ننه و رئیس جمهورم که چلاق و مملکت مال ماست، پدرکیا میشه رئیس جمهور، پدرکیا میشه رئیس جمهور، بله پدرکیا رئیس جمهور. درنگ کوتاهی میکنیم، باز میگردم و به الباقی امور میپردازم. با درود دوباره خدمت همه شما عزیزان. آقای علایالدین بروجردی رو حتما میشناسید. آقای علایالدین بروجردی برادرزاده آیت الله بروجردی مقیم نجف بود، نه زنده یاد مرحوم حاج حسین بروجردی، طباطبایی بروجردی. اون مرد بزرگ و وارسته ای بود، اون مردی بود که انقدر شاه براش احترام قائل بود که وقتی فهمید ایشون با مسئله آزادی زنان و اینا مخالفه، به هر حال مرجعی بود و اینا، قضیه رو به تعویق انداختن تا بعد از درگذشته او. و یادم از پزشک فرانسوی که بالا سرش اومده بود گفت اگه من یه هفته دیگه مونده بودم، اسلامی که نزد او دیدم مسلمان میشدم. آقای بروجردی آقای خمینی رو راه نمیداد به مجلسش، خلخالی رو با پس گردنی انداخت بیرون. میشناخ اینا چه کسانی هستن. بله این عموی ایشون در عراق بود و صدام میگن کشتش، حالا کشتش نمیدونم یا نه، به هر حال آقای علایالدین بروجردی و خانواده به ایران آمدن. پدر ایشون هم از همین روزه خونه و زیارت نام خونه حرم بود، اومدن به ایران، اینجا رفتن دانشگاه و بعد انقلاب شد و ایشون رفتن در وزارت خارجه و معاون آسیا استرالیای وزارت خارجه شدن. در جریان ماجرای افغانستان، آمدن مجاهدین به کابل و بعد آمدن طالبان، این آقای علایالدین بروجردی خیانت مسلم کرد. یعنی در هر کشوری اگر چنین آدمی بود، او محمد ابراهیم طاهریان که مدتم سفیر بود، او در جایی گفت که من خودم شنیدم، گفت احمد شاه مسعود التماس میکرد، تلکس میکرد، نمیدونم با بی سیم تماس میکرد، آقا کمک کنید، داره مزار میره، داره کابل میره. و ایشون که مسئول افغانستان بود دستور داده بود هیچی ندید، ما تکلیف هنوز مشخص، طالبان کیه فلان. کنسولگری ایران محاصره شد، از داخل کنسولگری التماس میگه آقا به دادمون برسین. چیز خیلی ساده، زنده یاد عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسلامی با یارانش گیر افتاده بودن، التماس میکردن، این آقا دستور داد نخیر ما وضع رو نمیدونیم. عبدالعلی مزاری رو گرفتن، دستاش رو زنجیر بستن، سیم بستن، اون مرد بزرگ رو بردن تو هلیکوپتر و تو هلیکوپتر کشتنش و این آقا کاری نکرد. الان وقتی آدم میبینه چرا استاد خلیلی جانشین مرحوم مزاری باید پشت بکنه به رژیم جمهوری اسلامی، درک میکنه. وقتی جمهوری اسلامی جنایتکاری مثل آصف محسنی رو حمایت ازش میکنه، آدم کشی که به دست خودش آدم کشته، میخواستن اینا جنگ شیعه سنی هم تو افغانستان راه بندازن، مرد بزرگی مثل استاد عبدالکریم خلیلی جلوی اینو گرفت. مردان وارسته‌ای که حاضر نشدن کشورشون رو صحنه نبرد شیعه سنی بکنن. و امیدوارم آقای استاد خلیلی رو بار دیگر در مقام معاون رئیس جمهوری ببینیم بعد از انتخابات. بر روی بحثم به آقای بروجردی تموم نشه ادامه بدم. آقای علایالدین بروجردی بعد از اون ماجرا با اون آبروریزی که شد انتظار داشت شدن برکنار بشه حداقل. نه خیر، ایشون بردن تو مجلس با سلام صلوات از بروجردیشون، بروجردی که در عمرش ندیده بود، فقط اسمشو داشت، خودش و فرزندش از دزدان قهار افتادن به جون بیت المال، تو ماجرای بیمه، تو ماجراهای دیگه میلیاردها بالا کشیدن و این آقا شد رئیس کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی. روابط و ایشون با تیه دو نقطه می نویسه و شد روابط مسئول روابط.
حالا این آقا پاشته رفته دمشق، چندین نوبت هم رفته دمشق به دیدن جنایتکاری به نام بشار اسد، جنایتکاری که قراره در دادگاه رسیدگی به جرائم علیه بشریت محاکمه بشه. 150,000 هموطنش رو کشته، هزاران کودک رو به قتل رسونده، مواد شیمیایی بر سر مردم کشورش ریخته، 90% سوریه رو ویران کرده، هنوز داره میکشه. همین دیروز 37 نفر از افراد ارتش آزاد رو به قتل رسوندن. برامیل یعنی بشکه‌ها، بشکه‌های پر از بنزین و نفت و مواد منفجره رو با یه چاشنی از بالا با هلیکوپتر روی خونه مردم می‌اندازن. شما میتونید تصور کنید که چه نتیجه خواهد داشت. آقای بروجردی میرن به سوریه. بعد در شراتون منزل میکنن و بهشون میرسن، بعد با بشار اسد هم گفتگو میکنه. گزارشگرم که تلویزیون العالم آقای سرافراز، تلویزیون العالم اطلاعات سپاه. و بعد میاد میشینه و خلاصه سوریه، آقای بشار میگه با مبارزه و مقاومت ملتش و ارتش دلاورش در برابر هر دشمنی خارجی میسته. و آقای علایدین بروجردی حرفی رو که بنده قبلا زده بودم تکرار میکنه که جمهوری ولایت فقیه و جمهوری ولایت بعث اینا توامانه، اینا دو قلوهایی به هم چسبیدن، در هیچ بیمارستان اینا رو نمیشه از هم جدا کرد و انشالله با سرنگونی یکی اون یکی هم به حالت نظم میفته و شرش رو کم میکنه و ملت ایران و ملتهای منطقه رو آسوده میکنه. آقای علایدین بروجردی خیلی حرفا زد در دمشق. یه تیکه از مصاحبه مطبوعاتیش رو ببینیم بعد از دیدارش با بشار جنایت. متاسفانه شاهد استفاده از سلاح شیمیایی در این بحران هستیم. وحاليا وللأسف نحن اليوم نرى أن هناك من يستخدم الأسلحة الكيميائية في هذه الأزمة. صبح امروز ما به اتفاق هیئت اعزامی مجلس شورای اسلامی از مصدومین شیمیایی در بیمارستان ارتش عیادت کردیم. صباح هذا اليوم. تصور میکنید یه آدمی با وقاحت، شرم رو بذاره کنار، حیا رو بذاره کنار و بیاد بگه ما شاهد استفاده از سلاح شیمیایی هستیم توسطی که ارتش آزاد سلاح شیمیایی داره، حتی اگه تروریستای داعش داشته باشن رژیم اسد بهشون داده، چون داعش ساخته و پرداخته رژیم اسد و جمهوری ولایت فقیه. همونطور که گفتم براتون، ده ها گروه تروریستی سنی در عراق بندنافشون وصل به سپاه قدسه، بندنافشون وصل به شکم آقای سردار سلشکر قاسم سلیمانی است و دارن از او تغذیه میشن. الان سپاه نفرات فرستاده در انبار در کنار ارتش مالکی که بجنگن و طبیعی است وقتی آقای بروجردی با وقاحت میگه ما شاهد استفاده از سلاح شیمیایی هستیم، ما رفتیم در بیمارستان ارتش از مصدومان شیمیایی بازدید کردیم. چه بگوید آدم به این مرد؟ چه بگوید که آدم وقتی شرافت و وجدان رو میذاره کنار، میبینه در تلویزیون که این رژیم بشار جنایتکار بر سر مردمش چه میآورد و اون وقت این حرفا رو میره میزن. یه اتفاق جالب دیگه هم افتاد در مجمع عمومی، در شورای امنیت. نماینده سعودی و آقای جعفری نماینده سوریه با هم درگیری لفظی داشتن، خیلی هم مؤدبانه. یه تیکش گوش بدید بعد براتون میگم چه گفتن. الامر يبدو اشبه ما يكون بصناعه فيلم هوليودي يتوفر له مخرج جيد وممثلون مميزون. ماجرا شبیه به یک فیلم هولیوودی است که یک کارگردان ماهر ساخته با هنرمندهای خیلی برجسته، اما داستان نداره. ماجرای سوریه فیلم هالیوودی و هو ان كان كذلك فلعله فیلم لا يمكن ان يطمح الى المنافسه على الاوسكار في نهايه هذا الاسبوع. و اگر نماینده سعودی گفت
اگر فیلمی هم ساخته لیاقت اسکار رو نداره در پایان هفته. القاه في اليم مكتوف اليد ثم قال له اياك اياك ان تبتلى بالماء. سيد الرئيس بقي لي ان اقول گفت شعرم رمضان سعودی گفت شعری هم که آقا خوندن غلط خوندن. حکایت آدم دست بسته که بهش میگه آب بیار. وان كان قد اخطا في نص البيت الشعري الذي اورد وهم شعرم غلطی خوند. العربيه السعوديه في حاله تاهب بسبب انضمام اعداد غفيره من شبابها للجهاد في سوريا. الجهاد بين قوسين جهاد الزعران. فيما يتعلق بعبارات الزعرنة والدناءة وقلة الأدب كلمات الزشت رو به کار میبره. عليه سعودي میگه حذر الى محاولة مجاراته في مثل هذه العبارات. امن التأدب متأسفا كان اقول لقاتلي عذرا اذا جرحت يديك دمائي. لا اظن ان هناك غضاضه. من باید به قاتلم بگم شعری میخونه یه ببخشید اگه دستت به خون من آغشته شد. میگه من میدونم ایشون از نظر توان ادبی و کلامی خیلی آدم جالبیه ولی غلط خوند. بعدم هیچ ارزشی نداره من پاسخ بدم به کسی که مردمش رو تروریست میخوانه، مردم کشورش رو. اینم یه بحث جالب بود در اونجا درگیر. از جمله خبرهای دیگری که باید انگوش بذارم روش، خب حتما تو جریانش بودید، کشته شدن رضا براتی یه هموطن ایرانی در استرالیا بود. ایرانیایی که به استرالیا میرن و دیگران عراقی ها بقیه، اینا معمولا قاچاقچی ها اینا را از اندونزی یا مالزی جاهای دیگه با قایق ها میارن در اون دریای مواج و اینا در یه جزیره پیاده میکنن که استرالیا هم اومده اونجا کمپ درست کرده اینا رو میذاره اونجا. این هموطن ما براتی در کشته میشه و در استرالیا جنجالی به پا میشه. مردم آزادی خواها میریزن تو خیابون، تظاهرات و وزیر مهاجرت تحت فشار تا اینکه باید استعفا بده. فکر کنید ملتی تا سال 1979 با افتخار این گذرنامه رو دست میگرفت، در هر جای جهان میرفت با احترام وارد میشد، نیازی نداشت ویزا بگیره، حتی خیلی از کشورها جایی هم که لازم بود به راحتی میگه. بعد این ملت بیاد خود رو گرفتار مخمصه ای کنه. براتی گناهی نشه، یه جوونه، اما پدر براتی، آدمای نسل من، نسل قبل از من مقصرن. مقصرن که یک کشوری رو که میتوانست، شاه بیمار بود داشت میرفت، بعد پسرش میمد، فضا عوض میشد، زندیات دکتر بختیار نخست وزیر بود، انتخابات آزاد میشد، بیاد دو دستی تو سینی طلا بده به یه آدمی که از قرون وسطا از غار اصحاب کهف اومده بیرون و تمام هم و غمش اینه که سر زنا چادر بندازه، دستگاه مدرن قضایی رو دوباره مکتب نمیدونم دادگاه شرع، مکتب شرع این آخوندا بکنه، نظام آموزش پرورش رو برگردونه به عمه جز و مکتب خانه و بخواد حوزه رو، یعنی در واقع دانشگاه رو بکنه تو شکم حوزه. حوزه عقب افتاده هزار سال پیش، عقب مانده که عشقش و مبحثش مبحث شیرین لبات و عز و نفاسه. خیلی تلخه. رضا براتی ها قربانی خطا و خیانت پدران و عموها و اجداد و مادران و غیره میشن. من چه بگویم به اون بانویی که در اوج تحصیل کردگی و مدرنیزه و دامن مینیجو ناگهان چادر سرش میکنه میاد تو خیابون ساندویج و سیگار میاره برای کسایی که فریاد مرگ بر میزنه. بعد خودش جز اولین قربانیان، خودش اون نازنین بانویی که اومد برای این انقلاب فریاد زد و بعد همسرش معاون وزارت بهداشت بود، همسرش رفت لوش داد و اون بانو رو آوردن تیربارون کردن. چه بگویم، چه بگویم از رضا براتی ها. آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی که من از ابتدا گفتم آدم خوش جنسی، خوش نیتی است، دوز نیست، دلش جلوی دوزی ها رو گرفت، انداخت بیرون کسانی رو که وزارت نفت رو تبدیل به دوست خانه کرده بودن.
دار و دسته هایی که آقای احمدی نژاد گذاشته بود از سپاه، همون رستم قاسمی کافی بود. و چه دهنکجی آقای خامنه‌ای به ملت و زنگنه کرد وقتی از بالا سر دولت دستور داد به جهانگیری آقای رستم قاسمی رو باید بکنی مشاور اعظم، مشاور اکبر. آقای دکتر خالدی دوز رو مقام مشاورت بهش بدید. افسوس. آقای زنگنه میاد میگه آقا جان رک و راست و پوسکنده بهتون بگم، این بنزینی که شما داریم مصرف میکنی آلوده است. همین چیزی که ما الان دو ساله داریم میگیم، سه ساله داریم میگیم که پتروشیمی رو نابود کردن، نفت رو بردن تو پتروشیمی تبدیل به بنزین بکنن با اون لد بالا، با اون مس وحشتناک، و اینجور شهر رو آلوده کردن و سربی که تمام شهر رو گرفته. نگاه کنید دیگه. ببینید آقای زنگنه چی میگه. وزیر نفت گفت با توجه به گزارش شرکت پالایش و پخش، بنزین پتروشیمی ها آلاینده و خارج از استاندارد است و بر اساس مصوبه دولت در سال آینده تولید بنزین از پتروشیمی متوقف و بنزین مورد نیاز از جاهای دیگر مانند واردات تامین خواهد شد. آقای زنگنه در نشست شورای اسلام یه نکته رو بهتون بگم. در زمان آقای رفسنجانی برنامه بود 8 تا پالایشگاه درست کنه. هزینه تولید این پالایشگاه ها تمامشو که جمع میزدی به مراتب کمتر بود از پولی که اینا از بنزین وارداتی میدادن. اما باند مافیایی بنزین وارداتی رو در دست داشت، تو سپاه، توی مقامات امنیتی، این بنزین رو باید میووردن تا بتونن پورسانتاج رو بگیرن. از ونزوئلا باید بنزین برمیداشتن میووردن، از هند، از چین، از جاهای دیگه، از امارات. قرارداد کرسنتی که به نفع ما بود برای صدور گاز جلوش رو گرفتن. عباس یزدانی تو جان باخت، عده دیگر رو گرفتن، همون احمدی دکتره که تو زندان بود او رو هم تو زندان کشتن برای اینکه پرونده رو سرپوش بذاره. اما بنزین می‌خریدن و دزدای بنزین رو هم تحت حمایت و پوشش بودن. همین بابک زنجانی فکر می‌کنه کم بنزین خرید آورد، این 10% پورسانتاجی که اونجا بود تو جیب کی می‌رفت؟ تو جیب سپاه می‌رفت، بعضی از اعضای بیت مبارک رهبری و دیگران و دیگران. آقای سیروس ناصری کجا رفت؟ الان سیروس ناصری رو باید می‌زدن داغونش می‌کردن، پرتش می‌کردن بیرون. چرا؟ چون راه دزدی رو بسته بود، نمی‌ذاشت دزدی کنن. باید کسایی رو می‌آوردن که دزدی بتونن بکنن. آقای هدایت رو باید می‌آوردن، ولی سیروس رو باید می‌گرفتن تو تهران می‌ترسوندنش، بعدم یه جوری تهدید به مرگش می‌کردن که دهانش رو باز نکنه. حالا آقای زنگنه میگه انشالله ما بنزین وارد میکنیم. دوباره رفت داستان مافیا. 8 تا پالایشگاه بعد دو تاشو درست کردن. شرکت های ایتالیایی فرانسوی اومدن درست کردن. اتفاقا یه دوست خود من طرح اینا رو برد و از مدیران بزرگ شرکت نفت بود و واسطه شد و این قرارداد بسته شد. عینی بود از ایتالیا و اومدن و شرکت های فرانسوی بودن به عنوان شرکت های ساب کانترکتر. شرکت های ایرانی قاطی شده بودن، دو تا پالایشگاه ساختن، عراق و بندرعباس. اما شیشتای دیگر جلوش رو گرفتن در حالی که بودجش هم رفسنجانی خودش نمیداد. شرکت هایی که داشتن، توتال که داشت درست میکرد، سرمایه رو میذاشت بعد از فروش بنزین و نفت بعدن پولش رو پس میگرفت. نذاشتن، چون باید بنزین وارد میشد تا اینا 10% پورسان. میلیاردها دلار پول گرفتن. آخه شما خمسشو به دفتر مقام معظم بفرستن معلومه یعنی چی؟ یعنی تا ابد و دهر این درآمد در اختیار ایناست. بسیار تلخ و دردناک بود. یه تصویرم یه عکاس زرنگ منتشر کرد، خیلی جالب بود. آقای نتانیاهو با خانم انگلا مرکل ایستادن، نتانیاهو دستشو برده بالا، سایه دست افتاده روی لب خانم مرکل که انهو سبیل هیتلره. جالب، دقت کنید چجوری این، حالا نمیدونم فتوشاپ درست کرده، I don't know، ولی به هر حال خیلی جالبه که اون عکاس زرنگ همون لحظه اینو ثبت کرده. از کارهای اسرائیلیا بوده، I don't know. خواستم به خانم مرکل یادآور چیزی بشن.
I don't know. و آقای لارنس سیلورمن عضو کنگره امریکا سخنرانی بسیار جالبی داشت در رابطه با حزب الله، در رابطه با لبنانی که در جنگ سوریه آلوده نبود. سیاست نفس، سیاست بی‌طرفی. آقا ما نمیخوایم آلوده بشیم در جریان سوریه، نمیخوایم اثر این آدم کشی ها روی ما بیفته، ما نمیخوایم. میشینه سخنرانی میکنه و میگه این حزب الله بود که ملت لبنان رو کشون به سوریه که مردم هزینه بپردازن. نگاه کنید به سخنرانش، ببینید چه میگه. حزب الله دخل هذه الحرب على رغم اتفاق الأطراف اللبنانيين بالنأي بالنفس عن أي نزاع خارجي. حزب الله ونيابة عن داعمه الخارجيين أدخل لبنان في حرب للدفاع عن نظام الأسد، وتدخل حزب الله على رغم سياسة دولة لبنان كبطرفي بود وارد شد و آثار و انعکاسات و باستاب این ورود همینه که میبینید. مردم لبنان هم دارن در برابر این موج خشونت هزینه میپردازن. این حرف بسیار اکاش آقای اوباما بشنوه، آقای اوبامایی که هنوز تردید داره که آیا دو تا موشک‌انداز ضد هواپیما بده به اینا یا نه. آقا اگر اینا داشتن دو تا موشک، حتی سام هفت بهشون میدادن، دو تا هلیکوپتر اسد رو سرنگون میکردن، اسد میفهمید به این سادگی نیست، خلباناش هم واضح نمیشدن برن مردم رو بکشن. ولی آقای باراک حسین اوباما واقعا که شاهکار کرده. الان رو همین مسئله افغانستان نگاه کنیم. آقای خلیلزاد خب چهره آشناییست، یک افغانی که در دستگاه دیپلماسی آمریکا بوده، یه مدت در عراق بود، در افغانستان بود، نامزد ریاست جمهوری شده و استاد خلیلی هم در مقام معاون او هست باهاش. و جالبه در افغانستان الان مسئله معاون رئیس جمهوری خیلی مسئله مهمی شده و الان اومدن و آقای استاد خلیلی در کنار آقای خلیلزاد دارن میرن. حالا شما نگاه کنید در افغانستان این بازی که سر قرارداد امنیتی آقای کرزای در آورده، دولت امریکا باید به این ذلت برسه؟ دولت امریکا که کرزای رو ساخته، این اون داستان مترسک، خودش هم نجار بوده هم خیاط بوده هم درویشی که روح داده به آقای کرزای، بعد آقای کرزای باید بره بشه ایران کیسه کیسه پول بگیره از جمهوری ولایت فقیه، بعد بیاد جلوی آمریکا اینجوری بازی کنه. به هر حال اسباب تأثیر و تأسف است که این سیاست آمریکا به کجا است. و آخری تکه که خیلی حرفا موند اینجا یادداشت کرده بودم، ولی این ماجرای پسر آقای اردوغان هم خیلی جالبه. بابا جان 30 میلیون دلار از خونت ببر بیرون، حرفایی که آقای اردوغان زده تو دسامبر گذشته به آقازادهشون تلفنی ثبت شده، الان ریختن بیرون روی اینترنت. و این تتم آبرویی که خلیفه جدید عثمانی برای خودش دست و پا کرده بود اونم به باد رفت. آقای اردوغان خوابش رو میدید که بشه سلطان سلیمان قانونی، قانونن بشه رهبر جهان اسلام. ای بسا آرزو که خاک شود ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم با این ترانه بسیار زیبای کردی.
Let's go.